سلام دوستان، شب شما به خیر باشه. امشب قرار بود طبق روال هفته گذشته پیام های شما رو جواب بدیم، منتها یک اتفاق قابل تأمل تر افتاده و یک مقدار نیاز داره که پیرامونش صحبت بکنیم. روز گذشته یک پست در اینستاگرام توسط کاربرها منتشر شد. این تصویر همون پست هست که دارید میبینید. در این پست اشاره شده بود به اینکه اخیراً مجموع اقداماتی انجام شده و بخشی از یک شبکه سایبری که داره علیه ایران اقدام میکنه عواملش به طور دقیق مورد رصد قرار گرفتن. این شبکه که کامل شناسایی شده و یکی از این عوامل که روح الله زن بوده اخیرا به ایران برگشته. این پست یک کلید واژه داشت، عین متن رو براتون میخونم. نوشته: تمام مزدوران بی وطن رسانه‌ای در شرف بازگشت به ایران هستند، از فرزند محمد علی زم که به اعدام محکوم شده تا وحید خزی. پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام روح الله زم، پستی در همین خصوص در پیج معصومه علی نژاد قومی کلا منتشر شده است. علی نژاد دلش برای زم نسوخته، او فهمیده که آسیا به نوبت است و این شطور به زودی روی دیگر اشرار صادراتی غربگرایان خواهد خوابید. خائنین به زودی نقره داغ خواهند شد. اومده در این پست اشاره کرده، گفته که یک بخشی از افرادی که به خارج از کشور رفتن و اونجا دارن فعالیت در ظاهر رسانه‌ای و سایبری انجام میدن علیه نظام حاکم بر ایران و برای اثرگذاری بر جامعه ایران، اینها برانداز نیستند. اینها کسانی هستند که اهداف مشترکی رو با برخی در داخل ایران دارن، صادر شدن به خارج از کشور برای اینکه بتونن در اونجا بحران آفرینی هایی رو در منافع برخی گروه ها به کار بگیرن. چند تا عکس دیده میشه، یکیش عکس روح الله زم هست، یکیش عکس سید محمد حسینی هست، یکیش عکس خاوری هست، عکس مسیح علی نژاد در این پست دیده میشه، پیر مؤذن امیر عباس فخرآور. یک چهره دیگه هم در درون این عکس هست که رضا حقیقت نژاد هست، از جمله افرادی که در این عکس و این پست بهشون اشاره شده. بعضی از این افراد واکنش هایی رو این پست داشتن که این واکنش در اون خوش جذاب بوده. یک گروهی در خارج از کشور در تیم های سایبری همسو رسانه‌ای برانداز حضور دارن که این گروه یک ابهام پیرامونشون مطرح هست. این گروه ویژگیشون این هست که تقریبا هیچ کس مسئولیت اینها رو بر عهده نمیگیره و هیچ کس حاضر نیست در فضای رسانه‌ای در کنار اینها تعریف بشه. در داخل ایران همه میگن اینها گروه‌های مخالف حکومت هستند. در خارج از کشور پیرامون اینها براندازهای بر روی یک نکته تاکید دارن که اینها برانداز نیستن و اینها رو وزارت اطلاعات ایران صادرات کرده به خارج از کشور برای اینکه بیان نفوذ بکنن در جامعه برانداز و این جامعه برانداز رو منحرف کنن. براندازها میبینن اینها جست براندازانه گرفتن، اما وقتی دارن فعالیت رسانه‌ای میکنند حرف‌هایی میزنند که اون حرف‌ها از دید براندازها در پازل بخشی از حکومت ایران تعریف میشه و در داخل ایران افرادی که اینجا هستن هم تاکید میکنن که اینها نگاهشون شبیه به ما نیست، اینها اومدن برای اینکه نظام حاکم بر ایران رو به چالش بکشن. در نتیجه اینها در پازل گروه‌های در داخل ایران نیستن، که البته هر دو گروه دارن درست فکر میکنن. اینها نه برانداز هستند نه نیروهای وابسته به حکومت ایران هستند، اینها مجموعه رسانه‌ای هستند که رفتن در خارج از کشور تا جست براندازی بگیرن، از ظرفیت گروه‌های برانداز در خارج از کشور استفاده بکنن و نظام حاکم بر ایران رو در راستای منافع برخی گروه‌های خاص وادار به تغییر رفتار بکنن. از معروف‌ترین این چهره‌ها میشه به روح الله زم اشاره کرد. آمد نیوز از همون بازه زمانی ابتدایی که فعالیتش رو شروع کرد، یک نکته رو ما در ایران آنلاین پیرامونش گفتیم که این رسانه‌ای که شما دارید می‌بینید و فکر می‌کنید که براندازه، این رسانه برانداز نیست. کمی بعدتر از این که ما این حرف رو زدیم، در گروه‌های برانداز ادعی پیدا شدن و تاکید کردن روی این که احساس ما این هست که این رسانه وزارت اطلاعات ایرانه، این رسانه به یک گروه در ایران احتمالاً وابسته است. اونها البته درست نمیگفتن ولی غلط هم مطرح نمیکردن. شما وقتی مرور میکردی میدیدی آمد نیوز دقیقاً داره همون کاری رو میکنه که عرض کردم، جست براندازی میگیره، در انتخابات میاد برای بعضی افراد خاص ایفای نقش میکنه، به شیوهی تولید محتوا میکنه که برخی گروه های خاص در داخل ایران به مخاطبین این رسانه به عنوان عوامل وضع موجود شناخته بشن. حالا نکته جالب اینجا بود که شما وقتی دقیق‌تر آمد نیوز رو بررسی می‌کردی می‌دیدی کسانی رو عامل وضع موجود معرفی می‌کنه که عمدتاً نگاه سیاسیشون مخالف نگاه سیاسی پدر کسی هست که این رسانه رو تأسیس کرده. یعنی آمد نیوز و روح الله زم اظهار نظرهایی می‌کردن، به شیوهی برای براندازها ایران رو روایت می‌کردن که هم فکران پدر روح الله زم در این بازی‌سازی رسانه‌ای کمترین آسیب رو می‌دیدن. شما یک رسانه‌ای رو می‌دیدی شهید محسن حجاجی رو به رکیک‌ترین شکل ممکن پیرامونش صحبت می‌کرد، محتوا می‌ساخت، فتوشاپ آماده می‌کرد برای اینکه این شهید رو بی‌اعتبار بکنه، برای اینکه به این شهید توهین بکنه و در واقع حتی شهید مدافع حرم رو هم که رفته بود تو سوریه جونش رو برای مردم داده بود به عنوان عامل وضع موجود معرفی می‌کرد. اما یک عده رو در فضای رسانه ایران تطهیر می‌کرد، در انتخابات 96 میومد برای یک گروه تبلیغ می‌کرد برای منافع اون گروه، بعضی کاندیداهایی که ممکن بود شانس رأی داشته باشن رو تخریب می‌کرد و فوق‌العاده زیبا در راستای منافع یک جریان سیاسی خاص میدانداری می‌کرد. بدیهیات رو مرور کردیم تا به اینجا برسیم. برخی چهره‌های دیگه در
خارج از کشور هستن که اینها هم دقیقاً وضعیتشون همینه، یعنی اینها هم رفتن تا در راستای منافع بعضی گروه‌های سیاسی در داخل کشور کار بکنن. یک بخشی از بدنه بی بی سی دقیقاً به همین شکله، یعنی فعالان رسانه‌ای یک جریان سیاسی خاص هستن که با این هدف خارج از کشور رفتن. یکی از چهره‌هایی که در پست منتشر شده در روز گذشته تصویرش دیده میشه رضا حقیقت نژاد هست، در واکنش به این پستی که منتشر شده یک توییت منتشر کرد و خیلی سریع متوجه شد که توییتی که منتشر کرده خیلی فضاحت‌بار بوده و مجبور شد این توییت رو 10-15 دقیقه بعد از اینکه این توییت منتشر شد توییت رو حذف کنه. از چهره‌های مطرحی که در خارج از کشور هستن و خیلی وقیحانه اظهار نظر میکنن و به این فکر میکنن که شاید نفر بعدی هستن، شاید قرار هست اونها هم به داخل کشور فراخونده بشن، شاید قرار هست که اونها و بزرگترهاشون در دادگاه حاضر بشن، پیرامون فضاحتی که در حوزه رسانه‌ای علیه منافع ملی به بار آوردن پاسخگو بشن. یکیشون رضا حقیقت نژاد هست. رضا حقیقت نژاد رو خیلی‌ها در خارج از کشور تلاش میکنن پیرامونش توضیح بدن که وابسته به مهندس مشایی بوده در ایران. در فضای رسانه‌ای البته این زیاد مطرح میشه، از خود آمد نیوز خیلی‌ها برای این باورن که ارتباط داشته با تیم رسانه‌ای آقای احمد نژاد، حتی به شیوه‌ای که یکی از نزدیکان آقای احمد نژاد هم بعد از قضیه آمد نیوز بازداشت شد و رسانه‌ها گفتن که مرتبط با همین پرونده بازداشت شده. یکی دیگه از کسانی که به خارج از کشور رفته بود، من نمی‌خوام اینجا به اسمش اشاره بکنم، در ترکیه کشته شد، پیرامونش بعداً مفصل توضیح می‌دیم. این شخص هم پیرامونش همین اپامات مطرح میشه. ارتباط رضا حقیقت نژاد در زمانی که در ایران بود با تیم مهندس مشایی به حدی واضح هست که این شخص مجبور شد در ایران وایر سه قسمت پیرامون این قضیه بنویسه و توضیح بده که ارتباطی با مشایی نداشته. البته تو همین سه قسمت هم شما وقتی برید بخونید می‌بینید کامل اومده نکاتی رو گفته و حرفای درگوشی رو گفته پیرامون مهندس مشایی که جای دیگه وجود نداره و یک ابهام جدی پیرامونش وجود داره که زمانی که این فرد در داخل ایران یک رسانه غیر رسمی رو انداختن برای آقای احمد نژاد و امثال اینها، خیلی تلاش می‌کردن تا یک ارتباط بین جریان حامی احمد نژاد و جریان اصلاحات به وجود بیارن و جالب هست همین رضا حقیقت نژاد یکی از کسایی بود که اون موقع تماس می‌گیره برای اینکه یک مصاحبه بگیره با آقای خاتمی برای رسانه آقای مشایی. یکی دو تا توییت از رضا حقیقت نژاد می‌خوام بخونم، بعد توییت اخیرش رو بخونم، بعد جمع‌بندی بکنم. یک بحثی مطرح شده بود چند سال پیش پیرامون اینکه این گروه‌های وابسته خارج از کشور پول خودشون رو از کجا می‌گیرن. این توییت رضا حقیقت نژاد هست، نوشته که حسن نصرالله که دشمن اسرائیل است، عبدالملک حوثی که دشمن عربستان است، ابو مهدی که دشمن آمریکاست، هزینه‌شان رو از جمهوری اسلامی می‌گیرن. دشمن جمهوری اسلامی هم هزینه‌اش رو از جای دیگر می‌گیرد. این روال معمول درگیری‌هاست، نه خیانت است نه افتخار. یعنی دقیقاً مثل اینه که ما بیایم فضای نبرد خودمون با داعش رو ترسیم بکنیم، بعد یک ایرانی بی‌شرف رفته باشه با داعش همکاری بکنه، بعد این ایرانی بی‌شرف روی این تأکید بکنه که خب مگه اونوری‌ها مدافعای حرم که دارن می‌جنگن تفنگ نمی‌گیرن، مگه پول نمی‌گیرن، منم دارم پول می‌گیرم دیگه، من از داعش گرفتم. خیلی استدلال احمقانه‌ایه، هیچ کس روش نمی‌شه این استدلال احمقانه رو به کار ببره. اما رضا حقیقت نژاد اولین بی وطن ایرانیه که رسما اومد اعلام کرد که من دارم پول می‌گیرم و این پول رو دارم از خارج از کشور می‌گیرم، از آمریکا و اسرائیل می‌گیرم. شما مریم رجوی رو هم نگاه بکنی جرئت نمی‌کنه اعلام بکنه بگه من دارم از جای بودجه می‌گیرم. اما توییتر رضا حقیقت نژاد که هست شد رو هم ببینیم، نوشته اینجا در توییتر قبلا علیه من هشتگ رضا ترامپ نژاد زدن. من داخل پرانتز یه نکته رو بگم، این آدمی که ذیل اسمش و ذیل رسانه‌اش محتواهای پروپیمونی داره منتشر میشه، یک توییت نمی‌تونه بنویسه. این توییت رو هم بخونیم و بعد به این فکر بکنیم که این محتواها از کجا تولید میشه و به اسم این افراد داره منتشر میشه. نوشته اینجا در توییتر قبلا علیه من هشتگ رضا ترامپ زدن، در اینستاگرام هم ادامه دارد، روزانه صدها فحش و تهدید در دایرکت میفرستند، ولی واقعا برای من مهم نبوده و کارم رو کردم، ولی به این فشارها از جانب مدعیان براندازی واکنش نشان میدهم چون غیر عادی است. خیلی براش سنگین هست که چرا براندازها و گروهای دیگه این شخص رو به عنوان یک مزور میشناسن و هیچ کس مسئولیت این شخص رو قبول نمیکنه. ماجرا خیلی واضحه آقای حقیقت نژاد، شما و رفقای دیگه تون که در قالب یک شبکه دارید کار میکنید، هویتتون تا حدود زیادی برای جامعه ایرانی مشخص شده و همه این رو فهمیدن که شما در پازل یک گروه دارید کار میکنید که اون گروه نه براندازه و نه وزارت اطلاعات ایرانه و نه سازمان اطلاعات سپاه، یک جریان سیاسی هست در داخل این حکومت. ما روح الله زمش رو توضیح دادیم همون اوایلی که آمد نیوز به وجود اومد، بعدها حرفای ما رو دیگران تکرار کردن، در خصوص شما هم این حقیقت به زودی مطرح خواهد شد. اما من امیدوارم خودتون به زودی در ایران پیرامون گروهی که باهاش همکاری میکردید و در راستای تامین منافعش از محسن حجاجی و قاسم سلیمانی گرفته تا دیگر چهره ها رو مورد اهانت قرار میدادید برای مردم توضیح بدید. مردم دوست دارن این رو بدونن شما چطور براندازی هستید که در انتخابات سال 96 فریاد میزدید که چرا با انصراف آقای جهانگیری دارید بدنه رأی اصلاحات رو سردرگم‌تر میکنید، چه براندازی هستید که اظهار نظرهاتون در راستای منافع یک جریان سیاسی خاص در داخل تعریف میشه. دوستان عزیز، من شبنامه امشب رو همینجا پایان میرسونم. فردا شب هم لازم هست پیرامون یکی دو تا از این مزدورهای صادراتی اظهار نظر بکنه.
میکنیم. لطفاً پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. شبتون بخیر.